جذب فرد مورد علاقه با تکنیک های NLP. آیا می دونستید با چند تا تکنیک ساده می تونید عشقتون رو کنار خودتون نگه دارید؟ پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید تا تکنیک ها رو براتون بگم. سلام و درود میگم خدمت همه دوستای گلم. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و سلامت باشه. تکنیک های NLP برای جذب کردن فرد مورد علاقه. NLP تکنیک هایی برای جذب عشق یا برگرداندن معشوق ارائه میده که در ادامه برخی از این تکنیک ها مطرح میشه. قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو تماشا کنید، بالای یک ویدیو براتون ساجست کردم، اون رو کلیک کنید، حتما نگاه کنید، بعد برگردید ادامه این ویدیو رو ببینید. اولین تکنیک، تکنیک آینه ای هستش. NLP این تکنیک رو برای ایجاد حس تفاهم مطرح میکنه و بیان میکنه اگر شما زبان بدن یا اشارات غیر کلامی طرف مقابلتون رو به صورت آینه وار تقلید کنید و به اون نشون بدید، حس خوشایندی رو در اون ایجاد میکنید و اون ناخودآگاه احساس میکنه با شماها تفاهم داره. برای مثال اگر اون هنگام نشستن پاهاش رو روی هم انداخت، شما هم همین کار رو بکنید. اگر ایستاد، شما هم بایستید. اگر سرش رو هنگام گوش دادن به موسیقی تکون داد، شما هم سرتون رو تکون بدید. البته باید این تقلید رو در نهایت ظرافت و به طور طبیعی انجام بدید تا اون احساس نکنه که با این تقلید دستش انداختید و میخواید اداش رو در بیارید. دومین تکنیک، داشتن الگوی تنفس یکسان هستش. الگوی تنفس یکسان تکنیک بسیار ظریف و البته سختیه که میتونه هر دو نفر شما رو روی یک طول موج قرار بده. در واقع شبیه به همون تکنیک آینه‌ای اما دقیق‌تر و جزئی‌تر هستش. مثلا اگر سرفه کرد شما هم سرفه کنید. اگر آه کشید شما هم آه بکشید. این حالت تنفس هماهنگ میتونه تا حدی احساس راحتی رو در طرف مقابل ایجاد کنه. تکنیک سوم، صحبت کردن آهسته با لحنی موزون. صحبت کردن به روشی موزون و آهسته میتونه توجه طرف مقابل رو به خودتون جلب کنه، چون مجبور میشه برای فهمیدن معنای حرفهاتون بیشتر دقت کنه. فقط زمانی بلندتر یا با تأکید بیشتر حرف بزنید که میخواید دستور یا درخواستی رو در حرفاتون بگنجانید. تکنیک چهارم، از دستورهای درونگیری شده استفاده کنید. وقتی با عشقتون صحبت میکنید و میخواید از او درخواست کنید، فکر کنید چطور میتونید خواهشتون رو در یک جمله حداکثر 5 کلمه‌ای بیان کنید. سپس این جمله کوتاه رو زیرکانه در گفتگوتون قرار بدید. همونطور که دارید با لحنی آرام حرف میزنید، ناگهان مکث کنید و بعد به حرف زدن ادامه بدید. این تغییر لحن و بلندی صدا باعث میشه که به درخواستتون بیشتر از بقیه صحبتتون توجه کنه. برای مثال بگید وقتی هفته بعد رفتی پارک حتماً، صداتون رو بلندتر کنید، به من پیام بده تا اونجا همو ببینیم. دوباره لحن صداتون رو آروم و آهسته کنید. تکنیک پنجم، به خودتون اشاره کنید. اشاره به خود نوعی خطاب ناخودآگاه و استفاده از زبان بدن به روشی ترغیب کننده است که موجب جلب توجه طرف مقابل به سمت شما میشه. برای مثال وقتی میخوای بگی که فیلم‌های فرانسوی رو خیلی دوست دارم، حتما قبل از گفتن دوست دارم به خودتون اشاره کنید. در صورت تکرار این کار برخی کلمات یا موضوعات در ذهنش تداعی کننده شما میشه. استفاده از کلمات احساسی در این تکنیک میتونه احساسات اون رو به شما درگیر کنه. تکنیک ششم، احساسات یکسان. یکسان سازی احساسات تقریباً به همون روش آینه سازی عمل میکنه. یعنی این که باعث میشه عشقتون احساس کنه که شما دو نفر تفاهم و سازگاری بیشتری با هم دارید. اگر او داستان غم‌انگیزی براتون تعریف میکنه، قیافه ناراحت کننده‌ای به خودتون بگیرید، با ظرافت به خودتون اشاره کنید و بهش بگید که کاملاً احساسش رو درک میکنید. مثلا بگید منم مثل تو تحت تاثیر قرار گرفتم. تکنیک هفتم، طراحی گفتگو. وقتی مردی جذب زنی میشه، ترشح آدرنالین در بدنش افزایش پیدا میکنه.
وقتی گفتگوی را درباره تجربه مهیج یا مفرح پیش میبرید که او هم شاید اون رو تجربه کرده باشه، اشاره کردن به خودتون و تأکید بر احساس مشترکتون رو فراموش نکنید. یه مثال ساده براتون بزنم. منم مثل تو، مکس کنید، عاشق اینم که با یه چراغ قوه ساختمونای قدیمی متروکه رو بگردم. تکنیک هشتم، پاسخهاش رو تکرار کنید. حرفی رو که عشقتون به شما میزنه تکرار کنید و به این روش به اون جواب بدید، بدون اینکه واقعا چیزی از خودتون به این جواب اضافه کنید. برای مثال اگر اون گفت هفته دیگه دارم میرم پاریس، فقط با یه جمله ساده واکنش نشون بدید: پاریس خوبه. به این ترتیب اون مجبور میشه که بیشتر توضیح بده، به این امید که این توضیح باعث میشه جواب دقیق‌تر و مفصل‌تری از تو بشنوه. این تکرار کوتاه روش خوبیه تا تمرکز اون در تمام طول گفتگو روی تو باشه. تکنیک نهم، موقعیت یا این یا آن. برای مثال بگید میخوای الان بریم یا بعدن بریم. به این ترتیب راه سومی برای اون باقی نمیمونه تا کاری رو برخلاف میل شما انتخاب کنه. حذف انتخاب سوم دقیقاً مانند یک دستور درونگیری شده هستش. در کامنت ها برام بنویسید. منتظر نظرات خوب شما هستم.